ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا، ماه شوق. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از علی ابن عبدالله ابن عباس خداوند از آنها راضی باد روایت است که از پدرش شنید که می گفت: گفتم ای رسول خدا، مرا وصیت نما. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: نماز را برپا نما، زکات را ادا کن، روزه رمضان را بدار، خانه خدا را حج نما و ادای عمره کن، به پدر و مادرت نیکی نما، با خویشاوندانت بپیوند، مهمان را احترام نما، امر به معروف و نهی از منکر کن و همراه حق باش هر جایی که باشی. روایت حاکم. علما در شرح این حدیث می گویند معنای اقامت نماز برپا نمودن آن با رعایت فرض و واجب و سنت و با خشوع و خضوع می باشد. رکنهای دیگر اسلام دادن زکات، روزه رمضان و حج خانه خدا است. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد ذکر ارکان اسلام دیگر واجب و سنت ها را بیان نمود، مثل عمره و نیکی نمودن به پدر و مادر، صله رحم و احترام مهمان کردن، امر معروف و نهی از منکر کردن و همیشه با حق بودن و جانبداری آن را کردن. این از عملهایی که باید در هر یک مسلمان دیده شود. برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از ارکان اسلام ما را امر کردند به عملهای خیلی مهم. این نیکی کردن به پدر و مادر، صله رحم با خویشاوندان، احترام مهمان کردن، امر معروف و نهی منکر کردن و همیشه با حق بودن و جانبداری حق را کردن. چون عمل کردن به این فرموده های پیامبر صلی الله علیه و سلم این رستگاری است و این خوشبختی این دنیا و آخرت است. پس خوش به حال آن شخصانی که به پدر و مادر نیکی می کنند، صله رحم به خویش و تباران دارند، احترام مهمان را به جای می آورند، امر معروف و نهی منکر می کنند و همیشه با حق می باشند. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیش گرفتند.